سرخط خبرها شمخانی دستگاه های امنیتی ما از محل سوء به فخری زاده مطلع بودند بازداشت دست کم چهه شهروند در تهران به دلیل دیوار نویسی علیه حکومت منتجب نیا از آموزش نیروهای تندرو در محافل خصوصی قوم برای ایجاد آشوب خبر داد لطفا پیش از هر چیزی با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک کنید. سپاس از همراهی شما. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دستگاه های امنیتی ایران از محل بروز احتمالی سوء به محسن فخری زاده مطلع بودند و میدانستند که قرار است در همین نقطه که کشته شد ترور شود ولی چون دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد عملیات ترور فخریزاده موفق بود او که در حاشیه مراسم تشییع محسن فخریزاده مرد مرموز و هسته جمهوری اسلامی سخن می گفت از وجود یک برنامه 20 ساله برای ترور این دانشمند هسته‌ای خبر داد و گفت سیستم‌های اطلاعاتی با احتمال وقوع حادثه و محل بروز احتمالیان را پیش بینی کرده بودند ولی به دلیل تواتر اخبار در طول این 20 سال متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی شمخانی گفت که دستگاه ها و سیستم های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به این اطلاعات رسیدند که ایشان هدف است و قرار است در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید اقدامی علیه ایشان صورت بگیرد. مراسم تشییع محسن فخریزاده روز دوشنبه دهم آذر در تهران در محل ستاد وزارت دفاع با حضور برخی مقام های نظامی مانند فرماندهان سپاه برتش و, و همچنین وزیران دفاع و راه و شهرسازی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد. آقای شمخانی در این حال گفته است که تقویت لازم در رابطه با حفاظت از محسن فخریزاده صورت گرفته بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران توضیح نداده است که منظورش از عبارت جدیت مورد نیاز اعمال نشد چیست پیش از این حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که علت ترور محسن فخریزاده رخنه و نفوذ و شکاف و امنیتی بوده و مقامات مسئول باید جواب دهند او نیز مانند علی شمخانی با رد انتقادها درباره کافی نبودن حفاظت از آقای فخریزاده گفت که این فرد کاملا حفاظت میشد و تیم حفاظت فخریزاده در سطوح بالای حفاظتی بود و خودروهای متناسب در اختیار آقای فخریزاده قرار داشته است در روزهای گذشته انتقادات مت متعددی درباره ضعف دستگاه های امنیتی ایران در این ماجرا مطرح شده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران با اشاره به همین انتقادها در نامه به حسن روحانی خواستار آسیب شناسی و هماهنگی دستگاه های اطلاعاتی شده است. در حال حاضر دهها دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در ایران فعالیت دارند که به جز وزارت اطلاعات عمده این نهادها تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی یا نهادهای نظامی و انتظامی وابسته به او قرار دارند آقای شمخانی همچنین گفته است که در حادثه منجر به ترور فخری زاده هیچ فردی در صحنه حضور نداشت و از تجهیزات الکترونیکی استفاده شده بود او گفته است که سوابق کسی که این عملیات را طراحی کرده مکشوف است و سازمان مجاهدین خلق و اسرائیل را متهم به نقش داشتن در این ترور کرد. روز گذشته خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت که تیراندازی به سمت خودروی محسن فخریزاده با استفاده از سلاح‌های خودکار صورت گرفته و هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته است. بر اساس این روایت در این ترور از خودروی نیسانی که در فاصله 150 متری ماشین فخریزاده متوقف بوده از یک دستگاه تیربار اتوماتیک کنترل از راه دور شلیک های متعددی که در نهایت منجر به کشته شدن فخری زاده می شود. بر اساس این گزارش در بررسی هویت مالک خودرو نیسان مشخص شده که او روز هشت آبان از کشور خارج شده است. خبرگزاری فارس افزوده که کل این عملیات سه دقیقه طول کشیده و هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته و تیراندازی‌ها ها توسط سلاح خودکار صورت گرفته است. نیروهای امنیتی در تهران طی دو ماه اخیر دستکم کم چهل جوان را به دلیل دیوار نویسی شارهای علیه حکومت بازداشت کردند این بازداشت ها در حالی صورت میگیرد که حکومت ایران تمهیدات امنیتی در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور در آبان ماه همزمان با نخستین سالگرد اعتراضات سراسری 98 بیش از پیش افزایش دادند و شهروندان نیز برای گرامی داشت کشته شدگان و یادآوری سرکوب اعتراضات تصاویری از شعار نویسی در رسانه های اجتماعی منتشر کردند شهروندانی که به دلیل شعارنویسی برای دیوارهای مختلف شهر تهران بازداشت شدند عمدتا 20 تا 40 سال سن داشتند یک منبع مطلع در این زمینه میگوید برخی از این افراد مجبور به اعتراف اجباری شده و خانواده های آنها نیز تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند همچنین این شهروندان از حق داشتن وکیل محروم هستند و به خانواده های آنها گفته شده است نیازی به وکیل نیست مسئله حل خواهد شد دیوار نویسی شارهای انتقادی علیه نیروهای نظامی حکومت و مقام های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای و سپاه پاسداران با تکرار اعتراضات سراسری در سه سال گذشته افزایش یافته است رسانه ها نیز به صورت پراکنده تصاویری از این دیوار نویسی ها که به مناسبت های مختلف صورت گرفته منتشر کردند اما تا کنون هیچ مرجع رسمی انتظامی یا قضایی خبری درباره تعداد بازداشت شدگان این اقدامات منتشر نکرده است بسیاری از این بازداشت ها در شهرستان ها صورت می که کمترین پوشش خبری داده می شود برخی از خانواده های جوانان بازداشت شده در تهران میگویند قرار است دست کم دو نفر از آنها به های ترک اعتیاد منتقل شوند چون آنها را مجبور کردند در اعترافات اجباری بگویند اعتیاد داشتند و در حالت عادی شعار نویسی نکردند حکومت ایران در بسیاری از موارد مخالفان و معترضان خود را به اتهامات اخلاقی و شخصی متهم کرده و آنها را مجبور به بیان آن در مقابل دوربین های صدا و سیما می کند اخیرا نتایج یک تحقیق مشترک میان دو سازمان حقوق بشری نشان داد صدا و جمهوری در دوره ده ساله میان سالهای 88 و 98 دست کم 860 مورد اعتراف اجباری و محتوای افترامیز علیه شهروندان منتشر کرده است. طی دو ماه گذشته و همزمان با اعتراضات آبان تصاویری از شعارهایی از جمله راه شهدای آبان ادامه دارد، بیت، حوزه جماران سوزد در خشم آبان راه آبان ادامه دارد خون کشته شدگان آبان بر زمین نخواهد ماند بر دیوار نویسی ها علیه حکومت اسلامی استفاده شده است طی سالهای اخیر و سه موج اعتراض سراسری تنها موارد معدودی از بازداشت شدگان شعار نویسی خبری شده است پایگاه خبری هرانا در همین زمینه به مورد الهام خمسه و میسم بهرام آبادی زندانیان سیاسی در زندان اوین تهران اشاره کرده که طی سالهای اخیر به دلیل شعار نویسی برایشان پرونده قضایی تشکیل و با اپاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام محکوم شدند گزارش ها حاکی از انتصاب اتهام مصرف مواد مخدر به جوانان بازداشت شده طی دو ماه اخیر است که گزارش هرانا هم نشان میدهد میسم بهرام آبادی 36 ساله نیز در پروندهش رسما اتهام استعمال مواد مخدر را دریافت کرده است منتجب نیا میگوید در برخی از مجالس قوم تعدادی برای این کارها تربیت شدند و آموزش دیدند تا در روزهایی که کشور درگیر بحران است علیه هر کسی که خواستند تظاهرات کنند زمانی علیه مرحوم هاشمی و زمانی علیه لاریجانی و در حال حاضر بارها علیه روحانی تظاهرات و تجمع کردند در مشهد حرکتی مخرب شکل گرفت که در کل کشور گسترش پیدا کرد رسول منتجب نیا چهره سیاسی اصلاح دلب با اشاره به افزایش تندروی ها تگ ماهای اخیر گفت که واقعیتی وجود دارد و آن همین است که مجموعه منطق تندرو و خشن شکل گرفتند و مرکز آنها عمدتا در قوم و در مشهد است و یا می توان گفت حداقل محل ظهور آنها در این دو شهر است تا به حال موارد زیادی وجود داشته که آنها دست به حرکاتی زشت و زننده زدند البته که در همه موارد مقامات و مراجع و بزرگان آن را محکوم کردند این فعال سیاسی افسود به طور مثال تجمعی که در مسجد فیضیه داشتند و روحانی را به خفه کردن در استخر تهدید کردند این حرکت بسیار زشت و بچگانه بود که در ضمن اعتراف به قتل هاشمی رفسنجانی برداشت شد از این موارد به دفعات در قوم و مشهد اتفاق افتاده است ولی مسئولان با برخورد ریشه ای ندارند شاید به طور موردی یکی دو نفر را دستگیر و برای مدتی زندانی کنند اما چند ماه بعد آزاد می شود و این برخوردی اساسی و ریشه ای نیست برخورد اساسی یعنی برنامه ریزان و طراحان این موارد در تهران، قم و مشهد مشخص هستند مورد تعقیب قرار بگیرند اگر این افراد مجازات و یا کنترل شوند افرادی که در دست پایین این جریانات مزد بگیر هستند دست به چنین کارهایی نمیزنند او با بیان اینکه عدم برخورد قانونی با افراتی ها آنها را تقویت می کند مطرح کرده تا اینجا نه تنها باریشه های این جریانات برخورد نشده است بلکه نوع رفتار حاکمیت آنها را جسورتر کرده و فکر می کنند در صورت چنین کارهایی نهایتا یکی دو نفر را برای مدت کوتاهی بازداشت و سپس رها می کنند. این پدیده آفتی برای نظام و انقلاب است. اینها قابل کنترل نیستند و اگر قدرت پیدا کنند تحت کنترل هیچ مقام و دستگاهی نخواهند بود و با حیثیت و کیان انقلاب و نظام بازی خواهند کرد